لوموس سلام اینجا پادکست لوموس ارائه از دمنتور و مرکز دنیای جادوگری من امیدم سلام منم میلادم و خوش اومدید به قسمت ویژه لوموس که اسمش آینه گم شده است پیش باکسی گذاشته بودم ازتون خواسته بودم که یه سری سوال ازم بپرسین به نظرت واقعا جادو وجود داره؟ <applause> چی؟ و من هنوز منتظرم نامه از هاگوارتس بیاد جدید دوستان عزیزی که تو هاگوارتس مشغول به تحصیلین اگه دارین این ویدیو رو میبینین رسیدگی کنین که من نامم به خاطر تحریمای ایران جا مونده توی گمرک انگلستان خودتون پیگیری کنید دیگه من نمیدونم چرا واقعا نامم تا نیومده خب ما بعد از بیشتر سه ماه برگشتیم هم همین اول جا داره اشاره کنم این تصویری که دیدید یا اگه پادکست رو گوش میدید صدایی که شنیدید متعلق به آرمیتا عباسی بود که خیلی اتفاقی ما متوجه شدیم یکی از طرفدارای هری پاتر گفتیم جاش اینجاست که تصویرش رو ببینید یا صداش رو بشنوید یادی ازش بکنید آره خب همونطور که خب همونطور که مشاهده میکنی زیاد این اپیزود عادی نیستش و دوتا از دوستای عزیزمون هم کنارمون نیستن البته سالم هستن حالشون هم خوبه خشایا رو شادی خیلی این اپیزود هل هلکی شد یه جورایی های. لحظه آخری تصمیم گرفتیم بچه هم, هم شلوغ بود هم حالشون واقعا خوب نبود نشد برنامه رزیه. داشته باشیم که چهار نفری با هم باشیم ولی بله هر دوشون خیلی دوست داشتن باشن برای این اپیزود این امکان جور نشد حقیقت اینه که ما بعد از این سه ماه تصمیم داشتیم که توی یه مناسبت خیلی خوب دوباره کنار شما باشیم و دیدیم چه مناسبتی بهتر از شب یلدا اگه دارین از برنامه پادکست ما رو میشنوین این اپیزود به صورت کاملا تصویری شب یلدا سیام آزر 1401 روی یوتیوب منتشر شده و نسخه تصویریش هست ولی خب شنبه به طبق سنوات گذشته شنبه شما دارین میشنوین شنبه بعد از یلدا شما دارین توی پلتفرمای پادکست میشنوید ما دوست داشتیم که شب یلدا این اپیزود رو برسونیم به دست شما که توی یه همچین شب قشنگی کنارتون باشیم و خب برنامه ریزی ها خیلی فشرده بود که خب هم خشه هم شادی متاسفانه نمیتونستن خودشون رو برسونن ولی خب این دلیل نمیشه ما یادشون هستیم و جاشون خالیه بین ما آره. خب اینکه ما بیشتر از ما نبودیم واقعا نیاز به توضیح نداره که چرا نبودیم نه تو ایران نه خارج از ایران کسی نیست که نیاز به توضیح داشته باشه که چرا ما غیبمون زد ما و بقیه غیبمون زد هم حالمون خوب نبود هم اصلا شرایط پخش نبود اصلا جای این حرفا نبود ولی بعد از این مدت زیادی که گذشت واقعا احساس کردیم باید یه صدایی از همون در بیاد بیایم یه شرح حالی بدیم یه پخشی داشته باشیم حداقل از حال خودمون بگیم حال شما را بپرسیم در کل که میدونیم همه حالشون چجوریه ولی خب دلیل نمیشه که زندگیمون متوقف بشه و با وجود همه مشکلات و موانعی که هست حداقل میتونیم یه حالی از همدیگه پرسیده باشیم حقیقت ما وقتی خواستیم برنامه ریزی کنیم برای محتوای این اپیزود هدف اولمون این بود که لوموس باشیم لوموسی که همیشه باید باشیم باشیم اون کاری که لوموس همیشه برای شنوندهاش انجام میده رو بتونیم انجام بدیم و خب توی این شرایط با حال احوالی که هممون داریم واقعا کار راحتی نیست اینکه بخوایم لوموس همیشگی باشیم واقعا یه خود سخت میکنه ماجرا ولی خب تلاشمون کردیم امیدواریم که توی این اپیزود حرفایی از ما بشنوید که حالتون رو بهتر کنه و اون کاری که لوموس برای شما همیشه انجام میده رو براتون این بار هم انجام بده هدفمون اینه جدا از اینکه واقعا دلمون براتون تنگ شده من عمیقا اینو میگم خیلی دلمون براتون تنگ شده برای جلساتی که داشتیم برای حرفایی که میزدیم برای حمایت که توی تک تک کلماتتون بودش برای خیلی چیزایی دیگه کما اینکه این مدت انصافاً فراموشمون که نکردین هیچ خیلی هم جویای حالمون بودین همه جا دوستانی بودن که یادمون کردن جویای حالمون بودن از همون حمایت کردن حمایت از تصمیمی که گرفتیم حمایت کردن از این کاری که کردیم توی این مدت از همون واقعا حمایت کردن و این خیلی بزرگ بود واسه من واقعا البته م... <تصحنت> <تصحنت> کاری که واقعا نکردیم یعنی تو این ماجرا و اتفاق که تنها کاری که کردیم این بود که ما هم نباشیم وگرنه که منتی واقعا نیستش نه نه ما بودیم نه هیچ کسی که محتوا تولید میکنه دیگه عملا هیچ کس نبود پادکستر یوتیوبرها و یوتیوبر تقریبا هیچ کدوم فعالیت نمیکردن بله. ما هم یکی از اونا ولی اینکه همین ما هم تصمیم گرفتیم این کار نکنیم،, نکنیم و دیدیم که شما هم از این تصمیم استقبال کردیم بله و خلاف این که همیشه میگفتن قسمت ها رو پشت سر هم کنیم بله. خیلی دلگرم کننده بود خیلی 90 روز شنیدن کامنت های شما حرفاتون این مدت هم حالا ما هم با شادی و خشار در ارتباط بودیم نه به سبک گذشته که هر هفته در ارتباط بودیم ولی هر از چنگای حالا هم دیگر میپرسیدیم به سری جلسات هم داشتیم که چی کار کنیم چون واقعا خودمون سردرگم بودیم و هستیم که چی کار باید میکردیم بکنیم و از این جور مسائل و حالشون هم واقعا میگم بچه ها زیاد مناسب و مساعد این نبود که توی زبط باشن از نظر وقت هم به سری منظوریت رو داشتن و هم ما تصمیم گرفتیم که الان داریم که به شب یلده نزدیک میشیم حتما یه کاری کرده باشیم دیگه حالا اگه شده دوتایی باشیم دیگه دوتایی باشیم دیگه ولی جای بچه خالیه و میگم خیلی دوست داشتن باشن البته خب یکی از دلایلی هم که دیگه به طبق گذشته با هم در ارتباط نبودیم خب به بخ... خاطر شرایط اینترنت هم هستش سندرسته. دیگه ما قبلا هر روز توی گروه های تلگرامی که داریم مرتبط به لوموس هستش با هم تعامل کامل داشتیم صحبت میکردیم حرف میزنیم ولی خب این محدودیت های اخیر متاسفانه خیلی این راه ارتباطی بین هممون هم رو سختتر کرده و خب آره دیگه ما کلاپاس داشتیم که الان آیا. کلاپاسی اصلا وجود نداره یعنی فیلتر شده خیلی از پلتفرم های پادکست فیلتر شدن هم. و همین امروز که داریم ضبط میکنیم من متوجه شدم که مجددا اپل پادکست فیلتر شد چون تا دیروز فیلتر نبود ولی خب امروز تست کردم دیدم که بله اپل پادکست هم فیلترش البته به نظر من اش اهمیت نداره شما بله پیش فرضو بذاریم که همه چی بسته همه چی فیلتره بله مگر اونجا که ثابت بشه بازه به حالا ما کارمون رو ادامه میدیم ولی اینکه چه وقتی چه زمانی باقی لوموس به ها پخش بشه واقعا نمیدونیم یعنی هی با هم دیگه حرف میزنیم که چیکار کنیم میگم اصلا گنده تر از که نمیدونه بله. چی کار باید بکنه ما که کوچیکه ایم میگیم یه بار میگیم پخش کنیم مثلا باقی بونده فصل سه رو پخش کنیم الان سه تا اپیزود از فصل سوممون مونده که پخش نشد آره. یه اپیزود جنبندی مونده یه اپیزود فیلم مونده و یه اپیزود ویژه, داشتیم که مهمون داشتیم آره. 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 که اینا شده خیلی وقت خیلی خیلی پیش آره آخرین اپیزودی که ما ضبط کردیم خود اپیزود آخرین اپیزودی که ضبط کردیم فکر میکنم به 16 و 17 ماه بود یعنی ما مرداد ماه ضبطمون تموم شد آره مثلا با خودمونم میگیم اولش اعلام کنیم که مثلا ضبط این اپیزود مال فلان موقع بوده اگه مثلا فضا میبینید متفاوته ما اتفاقات هنوز نیفتاده بود ولی از اون جهت میگیم شاید باز وقتش نباشه آه. میگم سردرگمیم نمیدونیم چیکار کنیم دیگه چه برسه به سیزن جامعاتش ولی در این که ادام پیدا میکنه شکی نیست ادام پیدا میکنه ولی کیش رو نمیدونی در واقع توی شوکی که الان وارد شده شاید بشه اینجوری گفتش که لوموس خوابیده آره. نه مرده و نه تعطیل شده و هرگز هم قرار نیستش این اتفاق بیفته ما یه پروژه رو آغاز کردیم و با استقبالی که شما ته این دو سال خورده از ما کردین حمایتی که شما همه از ما کردین یه مسئولیتی در ما شکل گرفته که این پروژه رو به پایان برسونیم و ما واقعا تحت هر شرایطی تلاشمونه میکنیم که این حتما. پروژه به سرانجام برسه تا انتها آره حتما علاقه شخصیمون هم هست که این اتفاق بله. بیفته ما رو شما هم نظراتتون رو بنویسین در مخصوصا در مورد اپیزود های باقی مونده از فصل سه نمیدونم که حالا اونا رو چیکار کنیم کی پخش کنیم ولی خب طبیعتا اونا زودتر پخش خواهد شد اینم فکر کنم شاید بشه گفتش که واقعا یعنی ما موقع که زبطمون تموم شد شروع کردیم به یه سری کارهای فصل چهار رو انجام دادن آه. یعنی همین الان بذاری من مثلا همین الان میگم که مثلا موسیقی من موسیقی سیزن جامعاتش آتش لوموس آماده است یعنی ببینیم ما کی شروع کردیم با علی صحبت کردن ایده پردازی کردن و الان موسیقی آماده است ولی خب از اون طرف نمیدونیم که اصلا کی بریم باسه تولید جامعاتش آتش واقعا نمیدونیم میگم هم که واقعا بخشش هم به حس و حال رفت داره ها یعنی دقیقا حالا محدودیت های اینترنت چه میدونم اتفاقات سیاسی اجتماعی و ما هم آدمیم دیگه برایش فرقی با بقیه که نداریم مثلا آدم هر روز در معرض این خبر قرار میگیره انگیزه به کار که هیچ انگیزه به زن... زندگیش هم کاهش بگیره مختل میشه خودش خیلی دلیل مهمیه که بخ... از اون طرف هم خب جامعاتش سیزن بلندیه سی و اندی فصله کتاب جامعه آتش و یه پروژه بلند میشه واقعا با خودمون ببینید من اگه خودم حالم خوب نباشه نمیتونم اون انرژی لازم رو بذارم که شما هم از شنیدن حرفامون باعث بشیم که حالتون خوب بشه باید باشه باید اون محتوایی که همیشه توی مغز ما جریان پیدا میکنه توی شرایط خاصی این اتفاق میفته یه باید اون محتوای شکل بگیره تو مغزمون و خب شما فکر از صبح از خواب پا میشید یا خبری رو میشنوی که همه عمرت اصلا میگی که چرا همه عمرم بودم که من امروز این خبر رو بشنوم همین صبح پا میشی یه خبر رو میشنوی و اصلا زنده بودن پشیمان میشی دقیقا همین که مثلا از انگیز زندگی دیگه نداره بعد این خبران رگباری کاش مثلا یکی دوتا بود کاش یکی دوتاش هم نبود یعنی من که <applause> کاش کمتر بود از دقیقه دادش آره ما که خودامون اصلا وجود نداشت ولی آره حالی سردرگومی فقط مخصوص ما نیست مطمئنم بقیه هم دوچارش هم ولی دیگه این سکوت ما خیلی داشت طولانی میشد گفتیم همین چیزایی که قطعا شما میدونین رو بیم بگیم حداقل و بدون اینکه ما هستیم سر عهدمون هم هست جور که میلاد گفت مدت نه تنها که خیلی از ما یاد میکردیم تو همه گروه ها و کانال ها و اینستاگرام ما همه اینجاها و این حمایت های معنوی خیلی ادامه داشت این حمایت های مادی هم ادامه داشت که واقعا آدم شرمنده میشه یه محصولی اصلا پخش نمیشه بعد حمایت مادی هم میشه خیلی تحت تاثیر قرار میگیریم و واقعا دستتون درد نکنه اصلا من بلد نیستم درست تشکر کنم ولی خیلی اینجا همون جاهاییه که جای شادی خالیه دیگه آره. معمولا اون این کار انجام میداد و آره. منتقل آره. ما حقیقت تو این ماجرا تو این قسمت از کار خیلی تازه کاریم دیگه شما اگه اشتباهی وجود داشت شما به بزرگی خودتون ببخشید به <تصفح> <تصفح> من اسم بچههایی که لطف کردن و کمک مالی کردن رو نوشتم حمید قوله رضا یازده بار بله سهر، رامین، سادات، محمد رضا اجدری، یوکا، نازنین، فاطمه، سامی، مهدیس، آکاتسوکی و فریسولی به علاوه آشنای همیشگیمون که بارهایی مدت کمک کرد فاطمه و سارا خیلی ممنونم ازتون امیر و ب... امیر قوله برامون نمیشه که کارتون درسته فقط به ترجمه زیاد گیر ندین بورینگه چشم سعیمون رو میکنیم قول نمیدیم ولی سعیمون رو میکنیم <applause> سهر نوشته نمیتونم بگم چقدر خوشحالم برای اجرای زنده که خب متاسفانه به خاطر شرایطی که پیش اومد کنسل شد امیدواریم شرایطی پیش بیادش که حتما این اتفاق بیفته خودمون خیلی هیجان داشتیم برای این اتفاق رامین گفته که چه حس بدی فصل داره تموم میشه و احتمالا یه مدت با شما نیستیم به امید, شنیدن صدای شما تو فصل جدید دوستدار همیشگی شما ببخشید که از اون یه کمی که انتظار داشتی خیلی بیشتر شد ولی چاره ای نبوده واقعا رضا که امیدم اشاره کرد یازده بار تو این مدت از ما حمایت کرده و دمشگم تو باسه همه حمایتاشم هم کامنت نوشته بود و ما مجبور شدیم که چکیده ای از تمام این یازده بار رو جمع کنیم گفته که همراه و دوستار شما در روزهای دشوار ای سازندگان لحظات خوش و جادویی دم شما گر. شاید شنبه روز انتشار لوموس باشه شاید یک شنبه روزی کلاب هاوس باشه ولی برای من پنج شنبه و حمایت از شماست که روز لوموسه برام نمیدونم که قراره دوباره قسمت جدید بشنوم ولی تا ببخشید ولی تا بازگشت به یادتون خواهم بود و دوستدار همیشگیتان هستم مرسی غزاجون من اصلا نمیدونم باید چی بگم فکر میکنم که هیچ واجهی وجود نداره که بتونه اون حس درونی ما رو انتقال بکنه واقعا یوکا هم گفته که تو این روزای تلخ برای اینکه لحظاتی بتونم ذهن مشوشم را آروم کنم برگشتم از اول و دارم دوموس گوش میدم امیدوارم همتون هر جا که هستید سلامت باشید و امیدوار به آینده مرسی یوکای عزیز که توی این مدت داری ما از اول گوش میدی و انقدر آرزوهای ای برامون داریم نازنی نوشته تا حالا اینقدر دلتنگتون نبودم ما هم همینطور فاطمه نوشته سلام روزای بعدی رو میگذرونیم که امید که امید زنده نگه همون داشته چیزی نداریم جز همدیگه به امید آزادی نمون و شما عزیزان لوموس به امید روزهای روشن واقعا به امید روزای روشن ممنون ازت سامی نوشته سلام امیدوارم همیشه خوب باشید و ما هم گوشتون بدیم فقط حالا دلم خوب نیست همتون میدونین چرا فقط اینو بگم که به قول دامبلدور در تاریک ترین جا هم میشه شاد بود فقط کافیه بتونید چراغ روشن کنید لوموس مرسی سامی عزیز مهدیس نوشته دلمون که قطعا تنگ شده واسهتون اما تحسینتون میکنم مبلغم کمه اما کلی عشق و حمایت پشتشه مثل شادی که همیشه میگفت از مبلغ نزنین که ناراحت میشین سوکی اگه اسمش رو درست میخونم نوشته برای خورشید پس از شبای طولانی ناقابل کلی دلتنگتونم مرسی ازت فریسولی نوشته سلام بچه ها متاسفم که فعلا همینقدر میتونم کمکتون کنم به امید روزای خوب خیلی ممنونم ازت آشنای همیشه گیم هم شیش بار توی مدتی که نبودیم ازمون حمایت کرده واقعا ممنونیم ازت از همتون ممنونیم مثلا بارش مهم نیست که مثلا میگم یه بار اون شیش ولی خب آدم خیلی اصلا یه یه حسیه که اصلا نمیشه گفت آره. واقعا نمیشه گفت واقعا نمیشه گفت فاطمه من نمیدونم این دقیقا اون فاطمه هست یا یعنی نه چون ایمیلش رو وارد نکرده بوده اگه فاطمه دیگه است یا همون فاطمه است به حال ممنونی فرق نداره نوشته سلام بچه هم. امیدوارم هر زودتر صداتون بشنوم مرسی ازت سارا هم نوشته که سال 98 که نت شد یکی از دانشجوهای دکترا در آمریکا کمپینی را انداخت که واسه ایرانیا تا بتونن ادمیشن از دانشگاه ها بگیرن سارا در ادامه نوشته حالا شما نیستید اما ما هستیم بعد از این داستان رو جبران میکنیم شادیایی که به لبمون آوردین ممنونم ازت سارا مرسی حالا تو این مدت خیلی از چهرهای هری پاتر هم واکنش نشون دادن نسبت به وقایع ایران که مهمتر از همه و بیشتر از همه جکی کی رولینگ بود که خیلی واکنش داشت که بعضی هم ما تو کانال گذاشتیم اکثرش رو نذاشتیم که خب توضیح لازم نداره ولیش اشخاص دیگه بودن مثل بانی رایت و بقیه یه سری از بازیگرهای دیگه که خیلی جالب و تاثیرگذار بود کارشون بله خیلی فوق العاده بود و من واقعا هر دفعه که تویتر خانم رولینگ رو باز میکنم بیشتر از قبل به, به اینکه وارد این دنیا شدم افتخار میکنم نهره. جدا از اینکه ما بارها گفتیم که چقدر این داستان این کتاب روی ذهنمون روی تفکرمون روی نوع نگرشمون به دنیا به آدما تأثیر داشته و امروز تو این شرایط وقتی خالق یه همچین اثری رو میبینم انقدر پرشور پیگیر. پیگیر داره دنبال میکنه وقایع ما رو بیشتر خوشحال میشن واقعا و همینجور خانم ویدا اسلامی بله بله ریاکشن های زیادی داشتن تو اینستاگرامشون که با وجود محدودیت های داخل کشور خیلی ارزشه خیلی با ارزشه و امیدواریم که خدایی نکرده براشون شرایط سخت و دشواری پیش آره. حالا همون جوری هم که قبلا گفتم ما حقیقت برای اینکه این اپیزودو بخوایم شروع کنیم مثلا در مورد این فکر کردیم که به چه شکل باشه که لوموس لوموس باشه فقط نیایم اینجا بشینیم یه سری حرف بزنیم و از شما تشکر کنیم و بعدم جمع کنیم بریم دنبال زندگیمون نه ما حقیقت برای اینکه محتوا این اپیزود چی باشه و چطور باشه همفکری کردیم هممون هم با هم دیگه و به این نتیجه رسیدیم که شاید توی حال و روزی که این روزا داریم بهتر باشه نقل قول هایی از تمام این فرانچایز و این کل این مجموعه رو در بیاریم که نیازی هم به توضیح نیستش این نقل قول ها مربوط به چیه کجاست و چطوره همه من این کتاب رو خوندیم میدونیم دیگه و در موردشون صحبت کنیم با هم دیگه حرف بزنیم نظرمون رو بگیم شاید توی این روزا این حرف ها و این نقل قول ها بتونه اون کاری که لوموس همیشه میتونه سر و براتون انجام بده آره و برای همین کار من مثلا داشتم کتاب رو نگاه میکردم از کتاب آخر اول شروع کردم چون تاریکترین کتاب هم هست آه. و یه جوره ترین کتاب به شعر اول کتاب رسیدم که خود خانم رولینگ گذاشته و خانم اسلامی هم و همون صورت شعر ترجمهش کرده رسیدم که دیدم چقدر جالب میشه که اصلا با همین شعر شروع کنیم خیلی خوبه حالا آه... من بخشی از شعر رو میخونم آه از این رنج و عذاب ریشه کرده در نجات آه از این فریاد مرگ دلخراش و جانگداز آه از اوسیان جوش خون جوش خون بردر و دیوار رگ بردر و دیوار رگ خون و خونبارش کجاست آنکه باشد صد آن درد و غم نفرین عذاب کوکه دارد تا به آن لیک باشد چاره ای چاره ها اندر سر است در درون و نی برون هست در دستانتان خود توی درمان آن هی hey, نخواه از دیگران ضربه در گیری نبرد خون بده تا پای جان خیلی شعر قشنگی بود من واقعا اصلا برگامش <applause> یعنی. <applause> از خانم رولینگ بیشتر از این انتظار نمیره دیگه خودش آره. خونبارترین کتابش رو با چنین شعری آغاز کرده که خب سرشار از خیلی چیز از فقط بحث مبارزه نیست سرشار از خیلی چیز از. آره یکیش مثلا ابتکاب خودمونه دیگه بله. اتکاب خودمونه اینکه چی تو سرمون داریمه که ما رو به هدف قاییمون میرسونه چون هری ما همش میبینیم هی هری این کار رو کرده امسال اون سال بعد این کار رو کرد یه جوری وظیفه خودش میدونست که یه کاری بکنه دیگه و بلد. یعنی بقیه دانش آموزا که میشدن مثلا اکثریت خب شاید از بعضی وقای اونام آگاه بودن مثلا کاری نمیکردن بله در واقع اصلا همینه دیگه همیشه حقی بوده که پیش قدم شده یه سری کارا رو انجام داده حالا مثلا یه سری سالهای اول وقایع جوری نبوده که همه دانش آموزا بدونن ولی مثلا سر تالار اسرار یا سر اتفاقات محفل قوقنو بله که خیلی مسئله مشکل موزل عمومی بوده بله هری نه فقط حالا هری هری ران هرماینی یه احساس مسئولیتی داشتن و حالا باز خیلی جالب ترش تو محفل قوقنوس که این احساس مسئولیت تبدیل به راه اندازی جنبشی میشه آره قبلا هم گفته بودیم که یکی از سیاسی ترین کتاب های هری پاتر محفل قخنوس دیگه بله سیاسی ترین و شاید کلیدی ترین کتاب آره هم اولش هم که محفل قخنوس اومد ما ایرانی فکر کنم بیشتر باشه ارتباط برقرار بله. کردیم بله به هر حال شخصیت آمبریج شخصیت آشنایی بود برای همه همون دیگه آره. بله. بله دیگه محفل قغنوس کلیدی ترین ماجرا بود ولی اولین کتابی که ما یک سری رویداد سیاسی رو دیدیم توی دنیای هری پاتر کتاب زندان کتاب تالار اسرار بود دیگه و اون اصلا فصل معروف چهاردهم که به اسم وزیر سحر و جادو کورنلیوس فاج شاید بشه گفتش اولین قسمت بلد سیاسی این مجموعه است در کل یادمه که توی اپیزود 14 تالار اسرار در موردش خیلی صحبت کردیم به ها. نکته مختلفی اشاره کردیم ولی به عنوان اولین نقل قول این اپیزود من دوباره میخوام شما رو بفرستم به فصل 14 همه اصرار فصل کورنلیوس فاج جایی که فاج و دامبلدور به کلبه هاگرید رفتن و اه اونجا دامبلدور به فاج میگه که کونلیوس اینو بدون که من از هر نظر به هاگرید اعتماد دارم فاج با بنا... فاج با گفت ببین آلبوس سابقه هاگرید خوب نیست وزارت خونه باید یه کاری بکنه هیئت مدیره این مدرسه با من تماس گرفتن دامبلو که چشمای آبی روشنش از خشم برق میزد گفت ببین کورنلیوس دور کردن هاگید از اینجا هیچ دردی رو دوا نمیکنه فاش که با حالتی عصبی با کلاه لبهدارش بازی میکرد گفت چرا وضعیت منو در نظر نمیگیرین؟ من تحت فشارم همه از من توقع دارن که کاری بکنم <تص> نمیدونم دیگه از این واضح تر آره. همه ازش توقع دارن یه کاری بکنه و یه عجیب ترین کار هم میکنه بله کسی که هیچ... اصلا نیازی نبوده که هیچ نقشی نداشته آره واقعا و یه جوره اینجاست که ما تازه فاجو میشناسیم دیگه دلیران. که چه آدمیه دلیران. این اولین باری که ما داریم با شخصیت پردازی فاج آشنا میشیم دیگه آره. متوجه نوع انتخاباش میشیم نوع تصمیم گیری بله بله این انتخاب و تصمیم گیری هم چیزیه که بارها توی کتاب هری پاتر اشاره شده که نقل قوله خیلی معروفی داره که قبلا هم دولوموس بهش اشاره کردیم حالا اتفاقاً یکی دیگه هم که الان دست منه همین مال آلبوس که هممون میدونیم دیگه انتخابای ما به مراتب بیشتر از توانایی هامون ذات حقیقی ما رو نشون میده. یعنی تو ما ذات حقیقی کورنلیوس رو بر اساس انتخاب و تصمیمش م... و... میفهمیم امید شما اگه البته خب ما هممون ایرانی ها اندک دانش سیاسی داریم حالا مجبور بودیم یا بچه که باش بزرگ شدیم مثل مثلا اون توپه و قای موشک و این چیزا مسئله سیاسی هم ما باش بزرگ شدیم و... اگه یک ذره دانش سیاسی داشته باشی متوجه میشی که این آقا اصلا سیاست مدار نیست این فقط نگران جایگاه پست و مقامیه که داره نگران آه. اونه تحت فشار حالا یکی دم دسته یا آدم بی زبون که یه سابقه اشتباهن خرابی هم داره و محکومش میکنن دیگه آره بازداشت بیمارت که به چیزی کمک نمیکنه دقیقا بازداشت ولی الان اینجا تو به این جمله دامبلور اشاره کردی دقیقا عین همین جمله رو ما از زبان سیریس بلک هم توی فیلم محفل قخنوس میشنویم دیگه که به هری میگه اونجایی که توی اون اتاق فرشین فکر کنم اسمش که شجره نامه خانواده بلک توی دیوارش فرش شده آره اونجا به هری میگه همه ما خوبی ها و بدی های درونمون رو داریم مهم قسمتیه که به انتخاب خودمون ازش استفاده میکنیم با زوره برمیگردیم به انتخابمون اتفاقا خیلی مرتبط با این حرفی که تو گفتی من البته بگم ما اینا رو هماهنگ نکردیم که مثلا این <applause> بعدش من این رو بگم <applause> نه با صادقانه بگیم که طبق معمول من و امید داریم بداهه جلو میریم آره. درسته از قبل میدونستیم که میخوایم کار کنیم یعنی میدونستیم که قاری نقل قول هایی رو بخونیم ولی داریم بداهه جلو میریم و اسکریپتی آماده نکردیم این غذا نقل... هم نقل قول هست فقط نقل قول زیادیه <applause> که به ترتیب نمیدیم الان مثلا همین در مورد انسان اینا صحبت میکرد یه نقل قولی من دیشب پیدا کردم که مال کتاب هفتمه و مال کینزلی شکل برد که مثلا یادم نبود حقیقتا که آره من خودم اینجا دیدم خیلی جالب اومد آره مطرح شده حالا تو این جمله گفته که همه ما انسانیم دیگه مگه نه ارزش جون همه بله. انسان ها با هم برابره و نجات هر انسانی ارزشمنده بله این من خودم واقعا به ذهنم رسید یکی از بهترین جمله‌ای که میشه برای این اپیزود گفت همینه خیلی این نکته مهمه که همه ما توجه داشته باشیم جون همه ی انسان ها بله. محترمه و با ارزش این همه خیلی مهمه هیچ استثنایی نداره من الان این جمله رو گفتی اصلا این حرف رو داشتی میگفتی یاد جمله گندلف افتادم به بیلبو توی فیلم هابیت فکر میکنم تو کتابش هم هستش که میگه شمشیری که به بیلبو میده بعد به بیلبا میگه مهم نیستش که با این شمشیر میخوای چیکار کنی مهم اینه که جون آدم ها رو باش نجات بدی خب ج... اینجا همون داره به ارزش جون آدما اشاره میکنه مهم نیست این آدما کیان چیان چه تفکری دارن جون همه آدم ها عزیز و ارزشمنده ش... شاید آدمی تو اشتباه باشه ولی اشتباه کردن یه آدم نباید منجر به مرگش بشه نباید باعث از بین رفتن جون و زندگیش بشه آره یا هر اختلافی حال بله ب... این نمیتونه از بین ببره که جون اونم با ارزشه حالا امید قبل از اینکه بریم جلوتر و بقیه نقل قول ها رو بخونیم من لازم میدونم که یه موضوعی رو بگم که شاید بهتر بود اول اپیزود بگیم ولی خب فراموش کردیم ولی الان جاش هست خیلی دیر نشده برای گفتنش ما تیم لوموس قصد داریم که این اپیزود رو اپیزود ویژه آینه گم شده رو تقدیم کنیم به تمام کودکانی که توی این مدت به هر دلیلی جونشون رو از دست دادن و یا آسیبی دیدن چه آسیب روانی و چه آسیب جسمی امیدواریم شرایطی پیش بیادش که تمام کودکان سرزمینمون بدون دقدقه بتونن به رویاهاشون هاشون برسن و در ادامه یه نقل قول هست از دامبلدور عزیز که میگه اگه یه چیز باشه که ولدمورت توان درکش رو نداشته باشه اون عشق ولدمورت متوجه نبود که عشقی به قدرتمندی عشق مادرت که عشقی به قدرتمندی عشق مادرت به تو اثر خودش رو یه جا میذاره جای زخم نه منظورم اثری نیست که بشه دیدش اینکه کسی چنین عشق عمیقی نسبت به ما داشته باشه حتی اگه اون شخص از دنیا رفته باشه تا عبد به همون نوعی مسئولیت میده این مسئولیت درست توی پوست توه به <تصفح> که تو کانال ویزارتین سنتر هم گذاشتیم که بس. دختر فرشه احمدی بود و خود مادرش که بال سرش بود بله به هر حال همه عزیزانی که تو این مدت از دست دادیم درون ما زندگی میکنن هیچ وقت بقیه همیشه ما رو ترک نکردن در مورد این حس مسئولیت پذیری هری که صحبت کردم باز توی کتاب هفتم که خب خیلی کتاب شاخصیه برای این مسئله به نقل قول دیگر ازش رسیدم دیدم جا داره اینم بگم خیلی جالب بود برام هری تو هم کتاب هفتم میگه منم به این کار ادامه میدم تا زمانی که پیروز بشم یا اینکه بمیرم فکر نکن که من نمیدونم ممکنه این قضیه چطوری تموم بشه سال هاست که این موضوع رو میدونم <تصفيق> <تصفيق> به هر حال هری هم به خاطر یه عشقی زنده مونده بود دیگه ایه. و انصافا همه تلاشش رو کرد در راه هدفش و عشقش اون عشقی که داشت اون هدفی رو که داشت دنبال میکرد تمام تلاشش کرد حتی از جون خودش هم گذشت دیگه مرحله آخر که توی یادگاران مگ که تعللی هم نکرد دیگه نه. اگه قرار رو بمیرم بمیر اتفاقا با سو همون فیلم یادگاران مرگ لوپین میگه کیفیت ایمان آدم هاست که باعث موفقیت میشه نه تعداد مبارز ها و خب کیفیت ایمان هری و ما دیدیم دیگه تا کجا رفت و بقیه خود لوپین داملور مودی خیلی های دیگه ما کیفیت ایمانشون رو دیدیم ایمان به اون هدفی که داشتن ایمان به چیزی که باور داشتن باعث شدش که در نهایت اون اتفاق بزرگ بیفته آره ببین بخش آخرش که میگه نه تعداد مبارزها ها not the number of followers البته این نقل قول مال فیلم فیلمه. آخره من. این خیلی برا من جالبه این یعنی از تعداد مهم نیست اگه حرف حق بله میخواد اقلیت بگه اصلا مهم نیستش اگه چیزی که منطق داره پشتش و حق و درسته عدالت حکم میکنه که اجرا بشه حالا همیشه هم گفتیم که کتاب های هری پاتر تم مرگ داره یعنی ما که نگفتیم خود رولینگ که ما منتقلش کردیم <applause> من. برای هزار هزارمین بار در عین اینکه تم مرگ داره هی باز جای جای کتاب میبینیم که میگه غرق حالا این قضیه مرگ و مرده ها هم نشین مهم اصلا اینه که آدم زندگی کنه یا اومد یکی دیگه از نقل قولایی که تو کتاب اول بود که توی لوموس هم توی سیزن اول گفتیم از قول آلبستان دور که درست نیست غرق رویاهامون همون بشیم و زندگی کردن رو فراموش کنیم حالا اونجا هم هری رویای پدر مادر فوت شده شدش ولی با اینکه مثلا بچه از پدر مادر نداره توی شرایط بدی بزرگ شده بدی... هزاران هزار آرزوی هرگز برآورده نشده داره این بچه آره. ولی باز دیگه نباید خرق شد دیگه زندگی ادامه داره چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد اصلا مهم اینه که ما اگه رویایی هم داریم باید نباید قرقش بشیم که باید محققش کنیم درست مهم اینه که ادامه بدیم مسیر رو ادامه بدیم بریم جلو تا اون چیزی که دنبالش هستیم رو به سرانجام برسونیم و همین جمله امید بخشه که ببین این جمله امید بخش در کنار همین جمله هایی که در مورد مرگ صحبت میکنه در مورد از دست دادن آدم ها صحبت میکنه تمام این, این،, این جملات کنار همدیگه است که یه هارمونی میده به داستان دیگه این که درسته غم دیدیم ناراحتین ولی نباید اونجا گیر کنیم زندگی ترکیب این چیز هست دیگه دقیقا. این هست اونم هست دقیقا. نه این بشو فقط نه اون بشو زندگی خوب جاییه که شما دو کفر ثابت نگه داری دیگه یعنی اگه به یک مقدار غمی وجود داره به همون مقدار سعی کنی شادی و امید هم اضافه کنی و بتونی یه بالانسی رو ایجاد کنی یه تعادلی رو به وجود بیاری که ادامه بدی خودش اصلا خود دامبلدور توی تو کتاب هم فکر کنم این جمله زیاد از ما شنیدین دیگه توی زندانی آسکابان میگه که حتی در تاریک زن... در تاریک ترین زمان ها هم میشه شادی رو پیدا کرد کافی آدم یادش باشه که چراغی رو روشن کنه حالا اون چراغه میتونه هر چیزی باشه میتونه یه اپیزود پادکست باشه میتونه اما حرف که اول اپیزود زدیم گفتیم واقعا الان انگیزه زندگی کردنم نداریم ولی باز حالا بیایم که این اپیزودم زفت کنیم یعنی این چیزا واقعا در کنار همه البته من. من اصلا نمیگم شرایطی که داریم شرایط عادیه اصلاً, ب... اصلا, نزدیک به نورمال هم نیست <applause> ولی از نظر اینکه ما انسانی مثل همه انسانهایی که در تمام تاریخ بودن وقتی در مواجه با همچین مصیبت های قرار میگیریم نمیشه منکر ادامه دار بودن زندگی شد من چون ها... واقعا نمیشه ادامه داد دیگه تا یه جایی آدم پذیرش داره بابا اصلا انقدر شرایط غیر عادی شده که بذار من شوخی هم بکنم دیگه جان فکر میکنم هم لازمه که توی این اپیزود شوخی هم وجود داشته باشه بابا اینقدر شرایط بد شده الان با چیپس ببیننه بیشتر رو میره میگه که تو مثلا با چیزهای دیگه ببینن بر اساس فیلمایی که این چند وقته دیدیم اگه شما همسایه‌تون با چیپس ببینتت یا با یه شیشه مشروب مطمئن باش که اون چیپسه بیشتر باعث آب ریزید میشه مثلا حرمت همه چیز از این آره. رفته قبلا ما میرفتیم چیپس بخریم مغازه یارو میگفت میخواد بره بشینه عرق بخوره الان هزار تا فکر دیگه میکنه آره. قبلا به چیپس اینجوری نگاه نمیکردم آره. بعد خب حالا به حال هایی هم وجود داره دیگه <تصفح> <تصفح> حالا اوزا که اینجوری به هم میریزه آدم آدم همه هم با هم, هم نظر که نیستن تو همین مثلا گروه مرکز دنیا جادوگری خیلی وقتا پیش اومده که یکی حالا اومده یعنی <applause> تفاوت نظری داشته که من اصلا حالا تایید نمیکنم که حرفش چیه یا خوبه یا بده ولی خب باعث میشه که به وجود بیاد, بیاد, بیاد. بیاد حالا فرض کن که دوست صمیمیت باشه خیلی اینجوری میشه آره آره مثلا همه حالا با هم با هم نظرم این اتفاقی که پیش میاد آدم مثلا دوست صمیمی یه چیزی میگه که اصلا میگه تو اینجوری فکر میکردی حالا اونجا دیگه کار خیلی سخت میشه آه. طرف تو اینترنت فوقش بلاکش میکنی میری کنار حالا جدا از اینکه حق با کیه حق با کی نیست یکی دیگه, دیگه از درسایی که از هری گرفتیم همین برخورد با دوسته اونم توی جاهایی که دیگه قضیه خیلی بحرانی میشه حالا وقتی اختلاف نظری که میگه میذارم ولی وقتی کار به جای باریک میکشه که باید یه رو باز دوباره انتخاب کنی اونجاست که جلوی دوست وایستادن است که دیگه سختتر از جلوی دشمن وایستادن میشه به سم حرفی که دامبلدور خطاب به نویل میگه که شجاعت زیادی میطلبه که جلوی دشمن همون ولی ایستادن جلوی دوستانمون هم دقیقا همونقدر شجاعت میطلبه خیلی واقعا نگاه جالبیه ببین امید من معتقدم شاید مهمترین جمله که ما امروز بهش اشاره کردیم همین جمله باشه ما فردا به یه جایی میرسیم که خب شرایط شاید خیلی متفاوت تر بشه و اونجاست که ما باید حواسمون باشه یادمون باشه که دوستامون چی کاره کردن و چه لازمه که چه رفتاری باشون انجام بشه و یادمون نره خودمون رو یادمون نره که کی هستیم و چه توانایی هایی داریم یادمون نره که عشق ورزیدن محبت کردن ترحم کردن بخشیدن حتی چقدر قدرت بیشتر و بزرگتری داره خودمون رو یادمون نره این از هر چیز دیگه ای فکر میکنم مهمتر باشه همین هر کسی ذات درونی خودش رو فراموش نکنه چون به هر حال اونجا هم ما ممکنه که مجبور بشیم انتخاب هایی انجام بدیم دیگه گفتیم دیگه آه. اونجا هم ما شاید مجبور باشیم که انتخاب هایی انجام بدیم و بهتر که یادمون نره که کیم و درونمون چیه بریم فکر میکنم که میتونیم بریم سراغ آخرین نقل قول ما از موقعی که تصمیم گرفتیم این ما از موقعی که تصمیم گرفتیم این اپیزود رو ضبط کنیم اولین تصمیمی که گرفتیم این بودش که با چه نقل قولی این اپیزود رو تموم کنیم و فکر میکنم جمله مهمتر از این جمله برای حال روز این روزامون پیدا نمیشه که ایستگاه کینگز کراس هری و دامبلدور نشستن و دامبلدور به هری میگه دلت برای مرده ها نسوزه هری برای زنده ها دلسوزی کن و بیشتر از همه برای اونایی که بدون عشق زندگی میکنن هم جمله جالبی هم خیلی سخت خیلی دید. اصلا اینکه بخوای شما در مورد این جمله صحبت بکنی خودش چالش برانگیزه یه چلنجی رو داره ولی من توی امشب که خب شب یلداه و شب مهمیه واسه همه ما میخوام از این جمله استفاده کنم و به این موضوع اشاره کنم که درسته ما توی این مدت هممان عزیزانی رو از دست دادیم آدمایی که هیچ وقت نمیشناختیم و اسمشون رو نشنه بودیم ولی همه اونا از بین رفتن از میون ما رفتن که ما امروز براشون ازادار باشیم بشینیم و ازاداری کنیم فقط یا اینکه هدفی وجود داشته الان موقع ازاداری کردن نیست واقعا اصلا این شکل ازاداری کردن که اصلا یه چیزی بیگانه است اه... الان موقع امیدوار بودنه الان موقعیه که همه ما باید امید داشته باشیم به فردامون و نباید تسلیم غم بشی اگر غم کفه ترازوی زندگیتون رو سنگین کرده بهش به زندگیتون انقدر امید تزریق کنید که به یه تعادلی برسه خود دامبلور دوباره تو کتاب جامعاتش یه جاش هستش که به هری میگه مثلا حیفم میادش این جمله رو نخونم به هری میگه که بیهس کردن موقتی جایی که درد میکنه باعث میشه که وقتی درد رو احساس میکنی بیشتر عذاب بکشی این ازاداری کردن امروز ما شاید اون درد رو بتونه بیهس بکنه ولی بعدا که پشیمون بشیم که چرا امید نداشتیم اون موقع است که درد واقعی یا عمیقا حس میکنیم و اونجاست که خیلی بیشتر عذابمون میده جالبش اینه که میگه دلسوزی تو برای اونا نذار بله برای اونایی بذار که عشق و درک نمی یعنی <تصفح> <تصفح> ما حقیقت باید یه نیم نگاهی هم داشته باشیم دیگه گفتم دیگه اصلا فرد و روز نبا یادمون بره چی رو داریم انتخاب میکنیم و دامبلو طبق معمول حرفایی میزنه که توش گیر میفتی دیگه بله. باید روش بیشتر از همیشه فکر کنیم خب مرسی که این اپیزود هم دیدین و مرسی که بعد از این وقفه طولانی به ما دوباره سر زدین از همتون برای چند دومی خیلی متشکرم با هر نوع حمایتی که از ما داشتین هر جایی که از ما یاد کردین ازتون خیلی ممنونیم همه دیدیم ببخشید به همه واکنش های شما اصلا نتونستیم ریاکشنی نشون بدیم دوباره جای شادی و خشایار هم خالی میکنیم بچه خیلی دوست داشتن باشن فرصت پیش نیامد و دیگه حالا ببینیم چی پیش میاد با لوموس ولی همین اتفاق دوباره خیلی خوشحال کرد آره واقعا اولا که خوشحالیم که توی این شب فوقالعاده کنار شما هستیم کنار قطعا این شبا شباییه که همه کنار خانواده هاشونن و همین که ما الان کنار شما هستیم خیلی با سمون با دمتون گم ولی اینکه کی و چطور اه اه بقیه اپیزودا پخش میشه میریم سراغ سیزن چهار اینا واقعا خودمون نمیدونیم شاید همه چیز بستگی به این اپیزود داشته باشه امیدواریم که اتفاقات خوبی برای هممون بیفته برای کل میهنمون بیفته و یادمون باشه که ما همدیگر داریم حداقل به عنوان دوست همدیگر داریم تنها نیستیم مرسی که تا اینجا کردین فعلا خدا نگهدار مرسی من قبل از اینکه خدا کنم یک قطعه کوتاه میخوام از هوشنگ ابتهاج عزیز سایه بخونم که فکر میکنم که لازمه بشنویمش هممون که میگه میبینم آن شکفتن شادی را پرواز بلند آدمیزادی را آن جشن بزرگ روز آزادی را کیوان خندان به سایه گفت دیدی دی به تو می گفتن. آری تو همیشه راست می گفتی می بینم می بینم خدافظ. knocks